انجیل لوقا 22 17 الی 20 میگه پس پیاله ای که گرفت عیسی مسیح در شام خداوند در شام آخر در عشای ربانی، پس پیاله ای رو که گرفت شکر نمود، برکت داد. در کتاب پیدایش باب 1 میخوانیم که وقتی که خداوند انسان رو آفرید او رو برکت داد. در اون عهد عتیق، در عهد جدید هم داره برکت میده. پس برکت داده به کسایی که میخوان به یاد بیارن، برکت رو به یاد بیارن. پس پیاله ای را گرفته شکر نمود و گفت این را بگیرید، یعنی تعلیم را بگیرید، تعلیمی که برای شما داره داده میشه بگیرید و در میان خود تقسیم کنید، یعنی این تعلیم را به دیگران بدید. آنچه که رسول امروز گفت از کلام خدا حفظش نکن تو فکرت و تو قلبت. وقتی که رفتی این رو برای دیگران بنویس، شیر کن برنامه های روی فیسبوک رو از کلام خودت. اگر همسرت نتوانسته امروز بیاد، دوستت نتونسته بیاد، بهش بگو. اگر خادمی میشناسی که نتونسته عشای ربانی بیاد، باش تماس بگی، برکت تو به اون بده تا اونم صاحب یک برکت بشه. کار ما این هست، فقط اومدن نیست و فقط خوردن تکه نان و یا شراب یا به عنوان آب انگور نسبت بدیم به خون مسیح نیست، بلکه باید در ما عمل کنه، باید در ما کار کنه. پس پیاله ای را گرفته شکر نمود و گفت این را بگیرید و در میان خود تقسیم کنید، زیرا به شما میگویم تا ملکوت خدا نیاید از میوه مو یعنی انگور دیگر نخواهم نوشید. و نان را گرفته شکر نمود، دوباره برکت داد زندگی ما را و پاره کرد و به ایشان داد. و میدونیم که در اصل برکت مساوی با نجاته. قبلا در این رابطه من صحبت کردم فلسفه برکت و خون رو، الان وقت نیست، اما برکت نشانه ای از نجات هست. و گفت این هست جسد من که برای شما داده می شود، یعنی بهای گناه تو رو دادم، تمام شد گناه تو. میگی دوباره گناه کردم، بازم برو در حضور خداوند و توبه کن، چون گناه تو رو خواهد بخشید. دروازه عشق و محبت او باز است، روح القدس به یادت میاره که اون تو رو دوست داره، گناه تو میبخشه و به یاد نخواهد آورد. و اعلام میکنه این را به یاد من به جا آرید به توسط روح القدس. و همچنین بعد از شام پیاله را گرفت و گفت این پیاله عهد جدید است در خون من که برای شما ریخته می شود، یعنی قربانی می شود. از این به بعد هر کس که به مسیح باور داره، حتی به عنوان پیغمبر، من به دیگر باورمندان کار می‌کنم، هر کسی که عیسی مسیح رو پیغمبر می دونه و قربانی می ده، این بزرگترین توهین به عیسی مسیح است و بزرگترین توهین به کار مسیح روی سر. برای همین هست خبر خوش نجات رو به مسلمانان بدید. بی برکتی به خاطر این هستش که با قربانی دادن در اون جایگاه به نام مکه که محل بت پرستاست، مکان بت پرستی هست، الله بت، الله بت، بی برکتی رو وارد ایران کردن. سرزمینی که این همه منابع داره، معادن داره، جوان داره، هیچ خوشی نداره، هیچ آرامش نداره، ثروتمندش هم نداره، ندارش هم نداره، دولتمندش هم نداره، فقیرش هم نداره، چون کار مسیح رو دارن روی صلیب باطل میکنن. مسیح قربانی داد تا از اون به بعد یک کسی قربانی نده، اما هنوز قربانی داده میشه. و کسی که مسیح رو حتی به عنوان یک پیغمبر باور داره، به جای برکت بی برکتی رو متاسفانه وارد زندگی خودش کرده و مجال این رو نخواهد داد که زندگیش در آرامش و امنیت باشه. پس آنچه که در کلام خدا هست اعلام میکنه، به یاد آوریم کار مسیح را، به عمل آوریم اراده خدا را و به دیگران رسانیم خبر خوش نجات را. و چقدر خوبه که یاد بگیریم به یاد بیاریم. اگر کار مسیح رو به توسط روح القدس تمرین کنی، یاد بگیری به یاد بیاری، محبت های دوستات رو از یاد نبری، محبت خواهر برادرت رو از یاد نبری، محبت والدین رو از یاد نخواهی. مهتلب نمیشه که یک عمر تو رو محبت میکنن، یک جا خالی میذارن، چه دانسته و ندانسته وجودت پر از نفرت میشه نسبت به اون شخص. حالا هر کس، این کار شیطانه که ما محبت ها رو فراموش کنیم.